درود بر شما به مرتو پلاس یک شنبه به همراه من و کسرا خیلی خیلی خوش اومدید. خواهیم از تاثیر فضای مجازی و چگونگی کنترل اون بگیم. به این بهانه هم سلماز بغیر استراتژیست روابط مؤثر و روان درمانگر همراهمون هستن و میخوایم در این باره باهاشون صحبت بکنیم. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که چرا میخوایم جایگزین کنیم. اگه بدونیم چرا، بعد دیگه اینی که کسا جان گفتن گوشی رو بذاریم خونه بریم بیرون یا تو رخت خواب تو اتاق خواب نبریم که واقعا میره تو تختمون دیگه، اصلا اون برامون آسان‌تر میشه. یه چیزی جالبی که من داشتم رو این کار میکردم، تحقیقاتی که خوندم، یه تحقیقی نشون داده که مدلی که ویدیوهای اینستاگرام و ریلزای مال ویدیوهای تیک تاک و خلاصه شورتای یوتیوب، تمام این سوشال میدیای توسط انسان‌های جینیوس و باهوش جوری طراحی شدن که تمام انرژی، احساسات، عواطف، قسمت کاگنیتیو یا شناخت و رفتاری ما رو درگیر می‌کنن. یعنی ما معتاد میشیم بهشون. اول باید بدونیم که این ترک چیه؟ اعتیاد. بعد بدونیم که ترک اعتیاد نمیشه یه دفعه با جاش گذاشت کنار. درسته؟ کاملا. خیلی کار سختیه. یعنی الان اگه شما نگاه کنین، هر کی بیرون توی مهمونی ها، تو معاشرت ها، هیچ کس از حافظش استفاده نمیکنه. تو مثلا میگیم مثلا فلان چیز که اتفاق افتاد بذار گوگل کنم، بذار تو اینستاگرام هم یه دونه ویدیو سیو شده دارم بذار بهت نشون بدم. یعنی اصلا انگاری که یه دوست دیگه از کناره. بعد این داره چیکار میکنه؟ میخوام چرایی رو بگم، چون چرایی چگونگی رو خیلی راحت تر میکنه. این داره دقیقاً باعث میشه ما روابطمون رو، همینی که الان شما دو تا عزیز بهش اشاره کردین، روابط و گرمی و صمیمیت روابطمون رو از دست بدیم. این باعث میشه ارتباط بین والدین و فرزندان تا قبل از تینیجری که بهترین موقع است که با فرزندانمون ارتباط خوب بزنیم گسسته بشه. حالا اکثر والدین میگن چرا بچهای ما تو تینیجری با ما ارتباط نمیزنن؟ من که اون موقعی که باید باشون ارتباط میزدیم ما کجا بودیم؟ به قول کسا جان تو این گوشیه بودیم. حالا اینا رو دونستیم چیکار میتونیم براش بکنیم؟ من همیشه میگم وقتی که من میخوام از بچم اینو بگیرم، آخه باید یه چیزی بهش بدم، رایت؟ نمیشه که فقط بگیم اونو خاموش کن، شبم بهش توجه نکن، داره میمیره، بالبال میزنه، گوشی رو بذار تو خونه، برو بیرون، نمیدونم تایمر بذار، همه اینا چیزا خوبه، ولی در عوضش میخوای چیکار کنی؟ یعنی قبل از اینی که من تصمیم بگیرم امروز 10 دقیقه میخوام بذارم رو فلایت مود مثلا، Do not disturb، ببینم من میخوام چیکار کنم، نمیشه بشینم دیوار نگاه کنم، که فعالیت هایی که باعث شادیمون میشه، مثل بیرون رفتن، ورزش کردن، چه بدونم، نمیگم ورزش کنیم برین جیما، همین پیاده روی، برین با دوتا دوستتون یه قهوه بخورین، تو مدتی که دارین این کار میکنین، این جزء روش های ترکه، یه تایمر بزن، میگه من تو این 10 دقیقه به این تلفنم توجه نخواهم کرد و حواسم به این معاشرت خواهد بود. بعد یواش یواش از تأثیرش تصمیم میگیریم یه ذره بیشتر کنیم. همینی که الان شما گفتیم که یه نفر گوشیشو گذاشته خونه رفته بیرون، گفته وای چه حس خوبی بود. من از وقتی باردار شدم تصمیم گرفتم، تحقیقاتی که خوندم، ریسرچی که کردم، تصمیم گرفتم گوشیمو بذارم رو فلایت مود. و این شد یه دونه عادت. دیگه یعنی شب به شب، نه همیشه. شبا که میرم میخوایم بریم تو اتاق خواب، میدونیم گوشی میره رو فلایت مود. بعد صبح هم که خواب پامشیم اول معاشرت صبح اونو میکنیم، صبحانه رو اول آماده میکنیم، همه که میرن سر کار زندگیشون، من تازه گوشی فلایت مود در میارم. یعنی یه بازه در خوشبینانه ترین 8 ساعته گوشی رو فلایت مود. برای کسایی که کار روزمره شون ارتباط داره به این صفحات مجازی و گوشی های تلفن همراه، حالا برای چک کردن زمان کاریشون یا حالا میتینگایی که دارن و این داستان ها، اونا باید چی کار بکنن؟ من بگم ما تقریبا زیر 2 دقیقه وقت داریم، اگه بتونیم توی 1 دقیقه جواب بدی خیلی خوب میشه. 100%. بله، اونا اصل ماجراییم. یعنی همه ماها این دیگه، ما آفیسمون تو گوشیامونه و یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم تایمر گذاشتنه، که مثلا من وقتی میرم تو اینستاگرامم که جواب دایرکت بدم، 4 تا پست بذارم، استوری بذارم، خبرها رو مثلا چک کنم یا هر کاری که دارم، اولین کاری که میکنم تایمرم رو روشن میکنم، الارممو میگم 5 دقیقه وقت دارم، تو این 5 دقیقه هر کار میخوام بکنم میکنم، بعدش اینستاگرامم خاموش میشه. بعد یواش 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 عادت میکنیم. ما خیلی وقتا به اسم آفیسیم، ولی تو آفیسمون کار آفیسی نمیکنیم، اسمش اینه که رفتیم تو سوشال میدیا کار کنیم، حواسمون جای دیگه گرمه و داره رومون تاثیر بد میذاره. داریم خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم، داریم از زمان مفیدمون از کارمون کسر میکنیم. بهترین کار اینه که
اگر داریم کار میکنیم تعداد فالوئرامون رو بیاریم پایین، فقط اون پیجایی رو فالو بکنیم که تأثیری رو ما میذارن که ما میخوایم و بیشتر از حد مورد نیاز ما رو انگیج نمیکنن، و تایمر بذاریم 5 دقیقه 5 دقیقه تایمر بذاریم. حالا من میگم 5 دقیقه هرچی برای هر کسی کار میکنه، ولی اینی که دیگه نشه یه دفعه 8 ساعت توی اون باشیم، چون تأثیرش و اون سلف بلیم که بعدا خودمون رو سرزنش میکنیم خیلی تأثیر منفیه رو ما. قبول ندارین؟ کاملا درسته. من